میگن که یک جدام کنند قسمت پشت سر رو، یعنی در راستای همین مستطیلی که جدا کردن از ته یه وی جدا کردن. این قسمت رو ما معمولا بهش میگیم قسمت کانتور توی مو، یعنی شما هر قسمت رو کار بکنید این هر جور باشه زیاد مهم نیست، ولی این قسمت وی رو باید خیلی روش زوم بکنید که کارتون عالی باشه. Şöyle yukarı doğru burada bir V oluşturuyoruz. Bu şekilde göstereyim ben size. Bir V oluşturuyoruz. Diğer saçları da paketlerken saçı çıkış yönüne doğru bu şekilde ayıracağız. Şu saçı yine buradan ikiye bölüyoruz. Şuradan bölüyoruz bu saçı. Bu şekilde. Saçın yönüne doğru. این وی رو که جدا کردم، خب در راستای اون موها رو موقعی که فویل بندی میکنن دقیقا با همین وسط فویل بندی میکنن، این از وسط به دو قسمت کردن و این وی که بالا هستش دقیقا الگویی هستش که از پایین دارن میرن بالا. شو طرفه ده اینه این شکلده پاکت درکن شورایی ده بو شکلده ساچن چکش یونی نه طرفه ایسا او شکلده یپیوروز، یعنی ساچده بو کسکین گچیشلر اولمیو، یومشاک بی گچیش اولیو. میگن موقعی که به سمت رویش مو شما اینو انجام میدید، توی کوتاهی ها دیدیم پشت سر رو موقعی که کوتاه میکنید سمت رویش پشت سر ما متمایل داره به بغل ها، دقیقا این به همین صورت هم فویل بندی میکنن، به همین صورت هم تقسیم بندی میکنن، باعث میشه که شما اون نکته هایی که هستش توی آمبره ها که حالا پوشین کار میکنید و یه خطوطی ایجاد میشه اونجوری نشه، یعنی خیلی ملایم از روشن برید به سمت تیره. Şimdi dediğim gibi saçın çıkış yönüne doğru paketlemeye başlıyoruz. Burada tutamlarımızı ince bir şekilde ayırdık. Bu şekilde şuraya yine pers alayım. میگن ردیف های خیلی نازک میخواییم برداریم و کار کنیم. Bağlayacağım. Şimdi önlüklerini bağlayalım arkadaşlar. Almadı, almadı. Tamam. ببینید این مار من یه دقیقه میگم برداره، ولی دیگه ببینید اون مدلی که دیگه پوش دادنش رو توضیح میدن زدنش رو توضیح میدن پشت سر.